مجدد خدمت دوستان گرامی. بچه ها اگر صدا تصویر منو دارید اعلام بفرمایید که صدا تصویر خوبه یا عالی. خب بله آیه سرداری، برای هر کدوم از کلاس ها یک کانال مجزا ایجاد شده. انشاءالله یه کمی بریم بچه ها تفکیک بشن، همه چی مشخص و منظم بشه، یه گروه هم را میندازیم که همه بچه ها با هم در ارتباط باشن. علت این که الان همه کانال تفکیک شده به دلیل اترسانی های ما هست که مثلا بچه ها بتونن بدونن بعد برن تو کدوم کلاسشون. این نظم برامون خیلی مهم بوده، مستمین سیاست رو در موقع پیش گرفتیم. صدای من خوبه دیگه؟ بله بپرسید. آره 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 در آیه کمانه، شما دیروز تو کلاس سیستم عامل بودین؟ خب همینو ما اتفاقا تو جلسه دیروز سیستم عامل گفتیم دیگه. مثلا ما به شما گفتیم که فرایند سیستم عامل نیازهای انسانو به طور مستقیم برطرف میکنه موقعی که یه نیو فولدر میسازه، نه؟ به طور غیر مستقیم هم نیازهای انسان سیستم عامل برطرف میکنه، اما انگار که به طور مستقیم نیازهای فتوشاپ رو برطرف کرده دیگه، نه؟ که وقتی که نیازهای فتوشاپ برطرف میشه انگار نیازهای فتوشاپ مستقیم برطرف میشه، ولی نیازهای من به طور غیر مستقیم. قبول حرفم؟ آره. حالا مثلا تو شبکه چی جوریه؟ شبکه نیازهای کیو برطرف میکنه؟ شبکه نیازهای اسکای روم رو برطرف میکنه. قبول حرفم؟ در طول کلاس امروز فهمیدی که نرم افزار شبکه داده رو هم میکنه. آره دیگه، بعد داده مستقیم سرویس میده که هم عرض این است که بگیم انسان به شکلی غیر مستقیم سرویس داده. آره دیگه، همینا رو ما دقیقاً گفتیم. الان همینا رو گفتیم دیگه، ما هم همینا که شما میگی ما هم همینا رو گفتیم. و آره دقیقاً درست پرسیدی. ببینید شبکه نیازهای داده رو جابجا، نیازهای داده رو برطرف میکنه، نه؟ داده نیاز به چی داره؟ نیاز به حرکت و تبادل داره، درسته؟ و نرم افزار شبکه داده رو راش میبره، نیاز به تبادل داره دیگه. اینجا توضیح دادیم که در واقع من اومدم سه تا موجود تعریف کردم، یعنی مسافر به عنوان داده که این یه سری ویژگی ها داره که مبدا و مقصد آدرس باید داشته باشه که باید حرکت بکنه دیگه، نه؟ این داده من باید حرکت کنه که ما یاد میگیم به طور مستقیم برآورده نیاز تبادل داده رو برطرف میکنه و به طور غیر مستقیم برآورده سازی نیاز انسان. آره هست، مطرح هست. بله آیه زاره، میخوایم بهتر کنیم. مثلا 100% مطرح هست، وایسید فقط. 100% وظیفه من غیر وظیفه منم اینجا مطرح هست. اصلا کلا نرم افزار من دارم درس میدم، من از حوزه مهندسی نرم افزار دارم به همه چی نگاه میکنم. و اتفاقا شما وقتی که اینجا وظیفه مندی و غیر وظیفه مندی رو بفهمی خیلی حالت خوب میشه. آفرین. اینو کی پرسید؟ مثلا نان پروتکل HTTP میتونه نان پرسیستنت باشه، میتونه پرسیستنت باشه. حالا HTTP وظیفه‌شه که HTTP باشه. بچه‌ها بحث خیلی جذابه، بذارید حرفای الان وحشتناک میزنم میبریم. با من حرکت کنید، هر چیزی که گفتم رو یاد بگیرید. من که چیزی یادم نمیره که مثلا فرض کنید یه چیزی نگم. مثلا اینطوری نیست دیگه، من همه چی رو به شما میگم دیگه، چیزی نیست که مثلا من بگم من یادم رفت بگم اینو الان به شما. بچه‌ها کیفیت صدای من خوبه الان از نظر حجم صدا؟ مثل پارت قبل هست صدای من؟ عالیه، خیلی خوب. پس من ساده دارم حرف میزنم. شبکه نیازهای اسکای روم نیاز منو برطرف میکنه، شبکه نیازهای کیو؟ اسکای رومو. نیازهای اسکای رومو برطرف میکنه. حالا تصویر بالاخره اون شرط خودشو داره دیگه. پس اسکای روم نیازهای منو برطرف میکنه و شبکه هم نیازهای اسکای رومو، که اسکای روم هم داده داره دیگه. بنابراین شبکه به داده سرویس میده، داده میشینه رو شبکه. تمام. وظیفه مندی و غیر وظیفه مندی هم اینجا بحث میشه.
که باید صبر کنید، من راجبش صحبت میکنم براتون دیگه. یه کمی باید صبوری کنید بچه‌ها. من راجبه چون الان من بعد تو پارت دوم میخواستم یه چیز دیگه بگم، اجازه بدید من همونو بگم بعد میام اونا رو هم میگم. یعنی الان وقت اون نیست که من بیام وظیفه مندی و اینا رو بگم، میگم یکم اجازه بدید. خیلی خوب، من میخوام یه شیک بکشم. بچه با من همراه باشی، اینو میگم و بعدم میریم دیگه. آره بابا ببین من نمیدونم بگم اینا رو بهتون. بذار بگم، ببینید بچه ها، من از خود آقای پرسمن تو مهندسی نرم افزار قدرتمندترم. میدونستین اینو؟ چیزایی که من بلدم خود، یعنی من مقایسه نمی کنم، ولی واقعا سوادی که من دارم تو مهندسی نرم افزار پرسمن بالاتره. من خیلی متعالاتم شدید. اصلا من وایس های قدیم منو گوش بدین، من یه سری ایراد از کتاب آقای پرسمن تو ویراس 5 گرفتم. اگه وایس های مثلا سال 88 منو گوش بدین که من گفتم مثلا تو ویراس 5 پرسمن مشکلات بوده، بعد جالبه که تو ویراس مثلا 6 و 7 اینا رو رفع کرده، باورتون نمیشه. من موقعی که تدریس میکردم میگفتم که این پرسمن مثلا اینا رو اشتباه گفته اصلا. خب من چون منابع جهانی و بین‌المللی رو هم خوندم، من حالا رو حساب اینکه زبان من خوبه، خب همه چی رو میخونم دیگه. آره اون وایس من اومده به وایس شما. نه منظوری که خود بچه‌ها این وایس‌ها رو به من فرستادن و من تو کانالم هم یه بار گذاشتم، اومدن به من میگن که تو اینا رو گفتی، بعد مثلا تو ویراس بعد وایس قدیمی خود منو بچه‌ها کات کردن برام فرستادن، اومدن میگن که تو اینا رو گفتی و خیلی جالب اومده. آره وایس منو گوش داده، نمیدونم وایسام هست دیگه تو اینترنت. نرم افزار که تو خون منه دیگه کلا، من دیگه خود مهندسی نرم افزارم مثلا. و این که مثلا بچه‌ها شبکه نمیفهمن یا سیستم نمیفهمن به خاطر پایه مهندسی نرم افزار، اون استاد اصلا نمیدونه مهندسی نرم افزار چیه. خیلی من یه حرف جالب بزنم اینجا دیگه به اوج مهندسی نرم افزار پی میبرید. اینجا رو شما تو کلاس مهندسی نرم افزار متحول میشین کلا. من اینجا یه شیک میکشم، اینجا میذارم تعداد پیمانه. پیمانه یعنی چی؟ یعنی تابه. اینجا هم یه دونه میذارم هزینه. خب اینجا تعداد پیمانه است، اینم هزینه است. دو تا من شیک میکشم، اینو اینجا میارمش، میگم شکلم خوب نشد، اینو اینجا میارم اینجا، یه دونم سبز میکشم از این، اینم خوب نشد ببخشید دیگه چون قلمه، من باید یه کمی مثلا اینم به دلم نشست. نه بذاریم ببینم جوری مثلا خوب شد. بعد اینم اینجوریش میکنم، مثلا اینا میذارم ام، یعنی میدل اون وسطه. خب بچه ها اینجا شما من میبندم تهشو، اینجاش هم میبندم، بعد اینجاش هم اینجوری میکنم، اینم اینجاش اینجوری میکنم. خب بعد یه لحظه من بیام، بعد این از اینجا در واقع میواد اینجا، اینم اینجوری میاد اینجا. خب اینم اینجوریه دیگه، اینجا نقطه تقاطعه. بچه ها اینجا یه دونه تابع مثلا تو سیستم OSI، اینجا هم مثلا 7 تا تابع، بعد اینجا هم 4 تا تابع. بچه ها یادت من یه چیزی بگم،
TCP/IP 4 به اضافه 1 دیگه، نه 4 تاش نرم افزاری یه دونه چیه؟ بگید سخت افزاریه نه؟ لطفا بنویسید اونجا. بچه ها مدل TCP/IP 5 لایه است، ولی از بین دارید دیگه صدا و تصویر منو، ولی چرا هیچی نمیگید؟ ولی از بین 5 تا 4 تاش نرم افزاری یه دونه چیه بچه ها؟ سخت افزاری دیگه، میشه 4 به اضافه 1. آره یا نه؟ آره. حالا OSI چجوری مدل OSI؟ بعد نمیخواد OSI یاد بگیره، ولش کن OSI رو. OSI چجوریه؟ بچه 6 به اضافه 1 نه؟ 6 تاش نرم افزاری یه دونه چیه؟ سخت افزاری دیگه، لایه فیزیکی. میشه 7 تا نه؟ 6 به اضافه 1 دیگه میشه 7 تا. خب یه دونه تابه، یا بالاخره این وسط 4 تا تابه یا 6 تا تابه، یا یه جوری دیگه حرف بزنم، یه دونه تابه یا 4 تا تابه یا 1000 تا تابه. ما میگیم که یه دونه تابه بده، میگیم که خب مثلا دیدید یه جا همایش رایگان میذارن، میگیم آقا چند نفری؟ میگیم مثلا 10000 نفری، مثلا چون رایگانه بریزیم دیگه نه حمله. خب میگیم که یه تابه بده، میگیم خب حالا چند تابه خوبه، ولی چند تابه دیگه تا بی نهایت بریم تابه تابش بکنیم دیگه، هر چیزی خوب که دیگه شورشو در نمیاریم که. بله تابه خوبه، یه دونه بده دیگه شورش هم در نمیاریم، بگیم آقا 1000 تا تابه. بچه یه تابه خیلی چیز بدیه، یک تابه تک تابه بخوای بنویسی، این نمودار، من اینو بگم و بعد تست حل کنیم ازش، این نمودار سبز رنگ، نمودار سبز رنگی که اینجا نوشتم، سبز هزینه تولید هر پیمانه است، ولی این قرمزه چیه؟ این قرمزه هزینه یک پارچه سازی، یا ساده تر بگم هزینه اجتماعشه. این هزینه یک پارچه سازیه. بعد این سبزه بچه ها، این سبزه یه معنی دیگه هم میده بچه ها، تحلیل، طراحی، پیاده سازی، تغییر، نگهداری، خانایی. خانایی، تحلیل، طراحی، پیاده، تغییر، نگهداری، خانایی. خب دقت میکنید؟ ولی این یک پارچه سازیه این معنی رو میده، در واقع تعداد فراخوانی ها، این میشه تعداد فراخوانی ها برای ما نه؟ که این فراخوانی ها چی برای من محسوب میشه؟ سربار. خب حالا پس نمودار سبز یعنی تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، تغییر، نگهداری، خانایی، یعنی هزینه تولید هر پیمانه. بچه اگر یه دونه تابه داشته باشی، اگر یه دونه تابه داشته باشی، هزینه تولیدش، هزینه تحلیلش، طراحیش، پیاده‌سازیش، تغییرش، نگهداریش، خاناییش، یعنی یه دونه فولدر داشته باشی همه چی رو بریزی توش، هزینه تولید این یه دونه پیمونه، تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، تغییر، نگهداری، خانایی، سر به فلک میکشه. درسته؟ ببینید نمودار سبزو یه دونه تابه به کجا کشیده؟ سر به فلک کشیده. ولی عوضش هزینه یک پارچه سازی و فراخونی چطور؟ سر به زیر زمین کشیده. خیلی 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 چی شده؟ کم شده. خب من یه مثال میزنم براتون،
فرض کنید که این مثلا یه پله است. نگاه کنید. فرض کنید که این مثلا یه راه پله است. که بعد اینجا مثلا طبقه مثلا چی آخره؟ مثلا طبقه چندومه؟ چرا هم طبقه مثلا پنجم بنویسیم. مثلا طبقه چیه؟ پنجم. بعد یه آقایی اینجا دارم یه گونی برنج، یه گونی برنج 100 کیلویی، 100 کیلوگرم میخواد این گونی برنج رو، بله بعد تعادل براش، بچه یه گونی برنج 100 کیلویی میخواد بندازه رو دوشش بیاد بالا، نه؟ موقعی که میخواد بیاد بالا پدرش در میاد. میگیرید چی میخوام بگم؟ ولی میشه بگید چند بار میاد بالا؟ همین یه بار. یه بار میاد دیگه. یه بار میاد. ولی موقعی که میاد پدرش در میاد. ولی پدرش در میاد. ببخشید اینجوری صحبت میکنم. پدرش در میاد بیاد بالا. ولی همین یه بار رو میاد. یه بار میاد. این که داره میاد بالا پدرش در میاد، این همین هزینه تولید هر پیمانه است. این که یه بار میاد یعنی تعداد فرخونی ها یک پارچه سازی، یه پارچه میاره بالا دیگه. موقعی که اووردش بالا دیگه بعد وقت بذارین و یه پارچهش کنه، نه دیگه، خودش یک پارچه است، یعنی چند پارچه نیست. ولی اگر یه چیزی یک پارچه ای بشه چند پارچه، بعدن تو مقصد دوباره باید وقت بذاریم اینو یک پارچهش کنیم، نه؟ این یه گونی رو میاره بالا تموم میشه دیگه، هزینه اجتماع و نمیدونم یک پارچه سازی نداره، چون همون یه دونه گونی رو برش آورده بالا. پس وقتی که یه گونی برنج باشه، یه دونه تابه باشه، تعلیه تعلیه پیاسازی تعلیه نگهداری خانایی خیلی پیچیده است، ولی عوضش یک پارچه سازی و فرخونی نداره. حالا اگر تعداد پیمونه ها زیاد بشه، بچه ها مثلا بشه چی؟ چهار تا چی؟ بگید چهار تا 25 کیلویی بشه، نه؟ متوجه من هستی؟ بشه چقدر؟ چهار تا؟ بشه چهار تا 25 کیلویی. بچه ها موقعی که یه دونه 25 کیلویی رو داره میبره بالا دیگه آسون شد، چون چند بار بعد بره بیاد؟ چند بار بعد بره بیاد؟ چهار بار. منتها هر بار که میره سخت شد یا آسون شد؟ آسون شد. ولی بعد که میرسه بالا باید این 4 تا 25 کیلو دوباره خالی کنه تو چی؟ یه دونه گونی 100 کیلویی دیگه. یعنی میرسه بالا دوباره بعد وقت بذارین 4 تا رو بکنه یه گونی دیگه. یعنی هزینه یک پارچه سازی داره. حالا هر چقدر تعداد پیمونه ها بیشتر بشه، هزینه بالا بردنش راحت میشه یا آسون میشه؟ هر چی تعداد پیمونه ها بیشتر بشه، بالا بردنش آسون میشه یا سخت میشه؟ راحت میشه. ولی بعدن که در تو کجا در میاد؟ تو یک پارچه سازی، نه؟ چی سخت میشه؟ یک پارچه سازی و اجتماعش پدرتو در میاره. اینجا نیا کن تو شکل، وقتی که میریم به سمت هزار تا تابه، خب هزار تا تابه، این سبزه رو ببین، هزینه تولید هزار تا تابه بشه، هزار تا تابه بسازی، هر تابت تعلیه تعلیه پیاسازی تعلیه نگهداری خانه‌ایش سخت میشه یا آسون میشه؟ تعداد پیمونه ها زیاد شه، هر چقدر تعداد پیمونه ها بیشتر بشه، تعلیه تعلیه پیاسازی تعلیه نگهداری کمتر میشه. ولی عوضش تلک پارچه سازی و اجتماعش پدرتو در میاره. حالا ما میگیم یه تابه بده، آیا بریم هزار تا تابه بکنیم یه تابه بده هزار تا تابه، یا نه یه حد وسط، حد اقل باشه، حد وسط باشه، یا حد اکثر؟ بگید حد وسط. اصلا آدم عاقل همیشه حد وسط رو انتخاب میکنه. این میشه در واقع حد اقل، این میشه حد وسط، این میشه حد اکثر. نه حد اکثر، نه افراد کن و نه تفرید کن، لطفاً میانه رو بگیر، اعتدال گرا باش، که به این میگم میدل. که اگه میدل رو در نظر بگیری، این 4 تا تابه نه مثل اون 100 کیلو داغونه، نه اینکه مثلا خیلی، شما فرض کنید که برداری هر یه دونه برنج رو بذاری تو یه گونی برنج، نه یه دونه برنج رو بذاری تو یه گونی، موقعی که میبری یه دونه برنج تو گونی چقدر راحت میبری، ولی بعدم میدونی بعد چقدر وقت بذاری اینا رو همه رو اجتماع بگیری ازش. پس آدم عاقل میدل میگیره. میخوام اینو بگم، نه یه تابه، نه 6 تا تابه OSI. OSI زیادی گونی برنجا رو در واقع
تابه تابه کرد، اینقدر هم دیگه تابه نمیخواستیم، نه یه تابه نه شیشتا تابه. چرا میگم شیشتا؟ چون اوسا شیشه به اضافه یکه، نه یه تابه نه شیشتا تابه، بلکه چهارتا تابه کی تی سی پی آی پی تابه بود. نه بعد مدل تی سی پی آی پی چهار تابه رو دیدید، کاربرد انتقال شبکه پیوند داده. خواهش میکنم بچه ها صبر و حوصله کنید، بزنید شبکه تمام بشه. میخوایم طوفان بهش میگن طوفان یه تست بزنیم طوفان صفحه بیا صفحه 22 بیا صفحه 22 جزوه 22 جزوه بچه ها لطفا جزوه رو بگیرید، من نمیدونم جزوه رو دارید یا ندارید، نمیتونم بیام اونجا ببینم جزوه رو نشون بدید. نه دو تا جزوه دارم، یه جزوه تایپ شده یه جزوه دست نویس. الان بیاریم همه تو لطفا جزوه رو تهیه بکن، نگه ندارم نمیتونم و. رو سایت فوراً اگه ندارین درخواست بدیم براتون با پست بفرستیم. دست‌نویس هم رو سایت هم هست، تو سایت من دو تا جزوه هست، شبکه یک شبکه دو. حالا تو کانال میذارم که لینکاشو ببینید. بچه ها تست دو صفحه 22 صفحه 22 تست های فصل اول تست دو گفته کدامی که از عبارات زیدن صحیح است. بیا میگه تعداد لایه ها هرچه تعداد لایه ها بیشتر بشه. بچه ها وقتی میگه لایه یعنی چیه؟ چی میخواد بگه؟ لایه منظورش چیه؟ میگه لایه آفرین تابه. خب بعد دیگه زشته آدم بگه لایه. حالا میگه هرچه تعداد تابه ها بیشتر بشه پیچیدگی طراحی کاهش پیدا می کند. این غلطه یا درسته این حرف؟ نمودار سبز رو داره میپرسه. نمودار سبز میگه تحلیل طراحی پیاده سازی تغییر نگهداری خانه‌ای. نمودار قرمز یه پارچه سازیه. گزینه یک میگه هرچه تعداد لایه یعنی نمودار سبز بیاد به سمت راست پیچیدگی طراحی کاهش می‌یابد. خب این حرف به شدت درسته. پس گزینه یک به شدت درسته. گزینه دو، سه و چهار. گزینه دو میگه که هرچه تعداد لایه ها بیشتر بشه سربار سیستم کم میشه. بچه بگید ترو فالس بگید. ترو فالس بگید. ترو فالس بگید. نه ترو فالس بذارید. آره فالسه. برعکس گفته به قول بچه ها. ای بابا آره دیگه برعکس گفته، به خاطر اینکه یه پارچه سازی پدر ما رو در میره، فراخونی ها بیشتر میشه. این فراخونی ها وقتگیره. این حرف غلطه. دیگه سه میگه هرچه تعداد لایه ها بیشتر بشه اعمال تغییرات پیچیده تر میشه. این هم فالسه. خب ما داریم تو شک میبینیم هرچه تعداد لایه ها بیشتر بشه اعمال تغییرات راحت تر میشه دیگه. اصلا کلن داریم میگیم تحلیل تعریفه تغییر. خب هرچقدر کوچیکتر مثل نیو فولدرت هی کوچیک و کوچیکتر بشه خب معلومه راحت تره. اون مثال نیو فولدر فوق‌العاده بود گفتید. گزینه 4 هرچه تعداد لایه ها بیشتر بشه پیاده سازی پیچیده تر میشه. اینم فالسه دیگه، اینم به درد نمیخوره. اینم فالس. بنابراین پاسخ میشه همین گزینه چند بچه ها؟ گزینه یک. تست بعدی تست 4 1 2 3 4 تست 4 رو داریم حل میکنیم بچه ها. بچه ها تست 2 شد گزینه 1.
تست چهار رو داریم بررسی میکنیم. تست چهار میگه که چرا لایه‌ای شدیم؟ یه کلمه شما تست رو ول کنید، چرا لایه‌ای کردیم؟ چرا لایه‌ای شد؟ چرا چند تابه شد؟ به دلیل نه ببین خانم، نمیدونم خانم بود یا آقا بود، آقای اختری من دارم میگم تعداد فراخوانی ها یعنی سربار، اینجا تو شک کشیدم. بگو تعداد فراخوانی ها یعنی سربار، ولی نوشتم به وضوح تحلیل طراحی پیاده سازی تغییر نگهداری و خانایی هر پیمانه، هر پیمانه تفکیک کن لطفا. بچه ها من بعدا یادتون میدم که مثلا هر لایه که ما میسازیم یه هدری دارد، ما میسازیم اشکال نداره یه هدر داره، هر چی تعداد لایه ها بیشتر بشه هدرها چی میشه؟ هر لایه برای خودش یه هدر داره. حالا هدر رو توضیح میدم هدر چیه. هر چی تعداد لایه ها بیشتر میشه فرخونی ها بیشتر میشه، هدر ها هم میشه. خب حالا بریم تست چهار. میگه که چرا هی لایه ای میکنیم؟ به خاطر پیاده سازی ساده تر. بچه گزینه یک غلطه یا درسته؟ کافی نیست. آره آفرین باریکلا، نسبتا درسته. پس میزنم غلط، نسبتا درسته. نه ببین هر چقدر، خب بذاریم من یکم بحث کنم. اتفاقا هر چقدر تعداد پیمونه ها بیشتر بشه نگهداری ساده تر میشه دیگه. هرچی تعداد پیمونا بیشتر بشه نگهداری آسان‌تر میشه. یکم بهش فکر کن. شما یه زمان یه دونه گونی برنج داریم، مثلا یه گونی برنج 100 کیلویی. این یه گونی برنج 100 کیلویی تو نمودار سبز نشون میده که وقتی یه دونه باشه بالا بردنش خیلی سخته. این بالا بردنه میشه نمودار سبز یا هزینه تولید هر پیمانه. شما هر پیمانه که میخوای تولید کنید تحلیل طراحی پیاده سازی تغییر نگهداری و خانایش هر چقدر یه دونه کمتر باشه، یعنی تعداد پیمانه هر چقدر کمتر باشه تحلیل طراحی پیاده سازی تغییر نگهداری خانایی اون یه دونه پیمانه خیلی سخت‌تر میشه. قبول؟ حالا هر چقدر تعداد پیمونه ها بیشتر بشه، حالا نمودار قرمز رو ببینید، هر چی تعداد پیمونه ها بیشتر بشه اینا فراخونیاش بیشتر میشه. هر لایه هدر خودش رو باید بهش بچسبونیم، در نتیجه هدر ها هم بیشتر میشه، فراخونی ها بیشتر میشه، در نتیجه هزینه اجتماع و یک پارچه سازیش هم بیشتر میشه. مثال برات زدم، یه زمان هست یه 100 کیلو میذاری رو دوشت برمیداری میبری بالا، خب این که میشه نمودار سبز. خب پدر نمودار سبز دیگه، پدر در میاد دیگه. نمودار سبز یعنی وقتی که یه گونی رو میبری همین 100 کیلو، یعنی تعداد تابات یه دونه باشه، بالا بردنش سخته ولی عوضش یک پارچه سازیش خیلی کمه وقتی یه دونه تابه باشه، چون یه دونه است دیگه کلا. حالا اگر این تعداد گونی برنجات هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه، موقعی که داری میری بالا، موقعی که داری میری بالا هزینه تحلیل طراحی پیاده سازی طرح نگهداری هر یه دونه پیمونت خیلی کم میشه، ولی عوضش یک پارچه سازی سر به فلک میکشه. دقت کردید چی شد؟ دقیقا همون که روش کشیدم و متوجه بشین. بچه ها هر چقدر تعداد پیمونه ها بیشتر بشه نگهداری آسان تر میشه. چی بیشتر میشه؟
هدرها، تعداد فراخونی ها معلومه دیگه. شما مثلا یه دونه تابه کوچیک داشته باشی، خب نگهداریش خیلی ساده تر میشه. ببین تو اشتباه داری فکر میکنی که تعداد بیشتر میشه نگهداری هم سخت تر میشه. نه، اتفاقا تعداد تابا بیشتر میشه نگهداریش آسون تر میشه. نه، زمان و کار، زمان اینجا اصلا مهم نیست، اینجا بحث تولیده، تولید یه پیمونه، زمان و کار نداریم. شما پیمونه ها تشکر کوچیکتر بشه، تولیدش راحت تره، تولیدش راحت تره، تازه زمان هم کمتر میشه دیگه. هیدر رو ولش کن، چون من درس ندادم هنوز هیدر رو. آره، نگهداری به روز رسانی. شما هر چقدر تعداد پیمونه هات کوچیک‌تر باشه نگهداری ساده تره. مثال میزنم، الان فرض کن که تابع شبکه مثلا با تابع انتقال ادغام بشه، خب خیلی سخت میشه نگهداریش، ولی همین که تابع شبکه جداست خیلی خوشگل، فقط تو تابع شبکه رو نگهداری میکنیم. میگیرین چی میگم؟ فقط تو تابع شبکه رو به روز رسانیم. ولی اگه اینا دوتا با هم ادغام بشن، میای مثلا ابرو رو درست کنی میزنی چشمو کور میکنی. پس بهتر همه از هم چی باشن؟ جدا باشن. با کاهش تعداد پیمونه هزینه یک پارچه سازی کاهش، اما هزینه ساختن به سر به فلک میکشه. دقیقا، خیلی حرف ساده ایه دیگه. شما اگر همه چی رو تو هم در نظر بگیری، با هم باشن، میای ابرو رو درست کن میزنی چشو کور میکنی. ولی اگر اینا هی تفکیک 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 بشن، مثلا جدا باشن، خب نگهداریش آسون تر میشه دیگه، تحلیلش هم آسون تر. هر تک تک هر پیمونه تک به تک هر چقدر کوچیک تر بشود، هر پیمونه هر چقدر کوچیک تر بشود، تحلیل اون پیمونه، طراحی اون پیمونه، پیاده سازی اون پیمونه، تغییرش، نگهداریش، خاناییش، اینا همه چی میشه؟ هی کمتر میشه. هر چقدر تعداد پیمونه ها بیشتر بشه، کوچیکتر میشن، همه چیش راحت‌تر میشه. تنها چیزی که با افزایش تعداد پیمونه ها افزایش پیدا میکنه، تعداد فراخونی هاشه، اجتماعش، یک پارچه سازیشه. دقت کردی چی گفتم؟ حالا اینکه هدر چیه فعلا بمونه، فش کاری نداریم به هدر. به هدر فعلا کار نداشته باش. این یه موضوع ساده است. حالا با توجه به این حرف، تست 4 گزینه 1 میگه پیاده سازی ساده تره. میگه هر چقدر، میگه چرا لایه‌ای استفاده میکنیم؟ خب بله، لایه‌ای بشه پیاده سازی چی میشه؟ هر چقدر تعداد لایه‌ها بیشتر بشه پیاده سازی راحت‌تر میشه دیگه. گزینه 2 پیاده سازی ساده تر، نگهداری هم آسان تر. بازم جواب کامل نیست. این هم به درد نمیخوره. گزینه 3 پیاده سازی ساده تر، نگهداری آسان تر، اعمال تغییرات با هزینه کمتر. خب این درسته، این تیک میزنم، این درسته. ولی گزینه 4 رو ببین، میگه پیاده سازی ساده تر میشه تعداد پیمونه ها، نگهداری آسون تر میشه با هزینه کمتر، سربار کمتر میشه. بچه سربار کمتر میشه، سربار بیشتر میشه. گزینه 4 تیکه آخرش رو اشتباه گفته، همش درسته الا پارت آخرش. گزینه 4 سربار کمتر نمیشه که هرچی تعداد پیمانه ها بیشتر بشه. هر چقدر تعداد پیمانه ها بیشتر بشه، بعد سر وقت بیشتری بذاری اینا رو با هم ادغام بکنی، یک پارچه بکنی، اجتماع بگیری. اگرم هدر رو نمیدونی ولتون، همین که تعداد پیمانه ها بیشتر میشه، فراخونی ها بیشتر میشه، هزینه یک پارچه سازی بیشتر میشه. تو موقعی که هر یه دونه برنج رو گذاشتی توی یه گونی برنج، خیلی راحت میبری بالا، ولی بعدم بعد وقت بذارین و یه پارچه کنی، یعنی پدر در میاد، یک پارچه سازی سر به فلک میکشه. بنابراین گزینه 4 آره دیگه، سربار یعنی اینکه وقت الکی میذاری، وقت تلف شده است. تو یه پارچه سازی میخوای بکنی، یه وقت تلف شده است. ولی اشکال نداره، این وقت رو تلف میکنم
ولی عوضش تحلیل تحلیل نگه داریم خوب میشه، ولی یه طوری هم نشه تعداد فراخونیات سر بکشه به فلک بعد تحلیل تحلیل خیلی صفر بشه. میدلش رو بگیرین، نه هزینه یک پارچه سازی خیلی بره بالا. ببینید بچه ها دو طرف قضیه رو ببینید، دو طرف قضیه افراط و تفریطه. میبینید دو طرف قضیه افراط و تفریطه. اگر سمت چپ رو ببینی یک پارچه سازی خیلی کمه ولی تولید سر به فلکه، ولی وقتی میای سمت راست رو خیلی زیاد میکنی یک پارچه سازی سر به فلک شده، تعداد تحلیل طراحی کم شده. حد وسط بگیرید، همین فراخونی، فراخونی سرباره دیگه. عمل فراخوانی توابع اگه زیاد بشه فراخونی ها بیشتر میشه. چیزای دیگه هم هست، هدره که ولش کنید دیگه، توضیح ندادم. کال و فلش شما در نظر بگیرید، همون فراخونی. خب میگم هدر هم هست دیگه، هدر رو محمدم بگم یه سری ها نمیدونستن اصلا هدر چیه. وقتی که تعداد پیمونه ها بیشتر بشه یک پارچه سازی بیشتر میشه، تعداد بیشتر میشه که این تعداد فراخونی ها سرباره. ما یه مدل سربار دیگه هم داریم اینجا می نویسم، یه دیگه در واقع سربار، یعنی هدر یه نوع چی محسوب میشه؟ پس ما چند مدل سربار داریم؟ ما دو مدل سربار داریم، یکی هدر یکی تعداد فراخونی ها. هر لایه‌ای هدر مختص به خودشو داره، هر چقدر تعداد لایه‌ها بیشتر میشه پس تعداد هدرها هم بیشتر میشه. دقت کردید؟ تعداد هدرها هم بیشتر میشه. حالا ولش کنید، من اصلا هدر نمیخوام درس بدم، ولش کنید، فقط بدانید که هدر یکی از سربارهاست. به وقتش من راجع به هدرم حرف میزنم. دقیقاً آفرینای سرداری. آره که اونا سرباره دیگه. حالا شما یه کمی پیشرفته گفتی، حالا اجازه هم میرسه. در کل این شکلی که اینجا کشیدم بسیار چیه؟ بسیار بسیار مهم هستش. خیلی خوب، همین. پس یک باری من مثال گونی برنج هم میزنم. وقتی یه گونی برنج رو تنهایی میخوای ببری، موقعی که میبری خیلی سختته، ولی یه پارچه سازیش، ببین یه پارچه سازیش خیلی این قرمز است وقتی یه دونه تابه داری، ببین یه پارچه سازیش. ولی اگر این یه گونی برنج میای میکنی هر یه دونه برنجش تو یه گونی، یعنی خیلی گونیات زیاد شده، حالا سمت راست، یعنی هزار تا گونی شده، اون موقع حالت سبزت، یعنی بالا بردنت برای هر پیمونه خیلی کم شده. ولی وقتی که میرسی به طبقه 5 بعد هزار تا گونی رو با هم ادغام بکنی که بشه یه گونی برنج، یعنی یه پارچه سازی سر به فلک حالا میکشه. ولی اگر حد وسط بگیرید همه چی خوب میشه. انسان نباید افراط و تفریط بکنه. شما دو طرف قضیه رو که بگیرید هر دو طرفش افراط و تفریطه، یه طرفش خوبه یه طرفش بده، اون طرفش هم حد وسط بگیرید. خیلی خوب، همین. خب بچه ها بسته دیگه، جلسه بعدی ما جلسه صفرمون تموم شد، جلسه دیگه میریم تو جلسه اول وارد میشیم. مربوط به جلسه صفر عزیز من. یعنی چی مربوط به چه بخشیه؟ این همه ولش کن، منظور اینه که مثلا میگه این بهتره یا شیش لایه‌ای؟ مربوط به این بخشه. کی پرسید این سوالو؟ شیش لایه‌ای بهتر یا چهار لایه‌ای؟ نمیدونم کی پرسید این سوال اصلا. استاد یک سال کلاس شبکه رفتن من بازی بود، من امشب مبهوت موندم. متشکرم بچه. بله میدل ما چهاره. آره دیگه چهاره دیگه، اصلا تو جهان الان همین چهار لایه‌ایه بچه ها. الان تو جهان TCP/IP داره کار میکنه دیگه، قربونت برم. الان تو جهان یه تابع کاربرد داریم، یه تابع انتقالی، یه تابع شبکه، یه تابع پیمان داده، تمام شده رفت به کارش.
متشکرم بچه. اینجا هم وظیفه مندی غیر وظیفه مندی هم که آقای زاره پرسیدن به نظرم اونا را میگیم. آره دیگه همه چی مهندسی نرم افزاره. خب بچه نظراتتون رو اینجا بنویسید من ببینم چی میگید. مثل کلاس دیروز تو سیستم عامل تلگرام نداری آقای سرداری شما؟ خب تو تلگرام به من ایمیل میزنی به من؟ ایمیل میزنی ساعت 6 بعد از ظهر به من ایمیل زدی میگی من بچه اصلا ببین ساعت 6 بعد از ظهر به من ایمیل زده میگه من یوزر بعد با چه امیدی به من ایمیل زدی؟ اصلا کدوم استاد ایمیل جواب میده؟ ولی خدا وکیلی من تو همون 6 هم جواب تو دادم تو ایمیل، چون تو موبایل جیمیله و جیمیل اونجا الارمش میشه، اونجا هم جواب تو دادم. کیف کردی جواب تو دادم؟ پس بیا اونجا به من پیغام بده دیگه. پس آره کلاس اصلا رشتهتون رو عوض کنید بیاید آیتی بخونید. باور کنید که من نمیدونم اصلا هر رشته غیر از آیتی خوندن اشتباه است. شیش باید شبکه پاس کرد من دیدم. آخه تو دانشگاه که شبکه درس نمیدن که، مسخره بازی تو دانشگاه چیزی یاد نمیدن. میدونید یه مطلبی میگم وله نمیدونیم به کجا وصله، این بدترین نوع تدریسه. یه چیزی رو بگی معلوم نیست به کجا وصله اصلا. خب بچه ها متشکرم و ایشالله که آهان شبکه میخوای بری بخونی. ولی من یه نصیحت برادرانه میکنم بهت خانم نوری، بذاری من یه نصیحت بکنم به شما. شما شبکه رو دوست دارید، خب حتی فکر میکنید دوست دارید، شبکه رو دوست ندارید. شما پول رو بیشتر دوست دارید تا شبکه. ببینید شبکه جاده است، خب این جاده رو ساختن، این جاده رو ساختن، شما هیچ دخل و تصرفی تو این جاده ندارید، نه تو نرم افزارش نه تو سخت افزارش. داره کار میکنه، خب شبکه داره کار میکنه، خلاقیت پس توش نداره رو نمیسازیم که، شبکه خودش ساخته شده. خب گوش میدی؟ شبکه ساخته شده این جاده، هیچ دخل و تصرفی توش نداریم، ما فقط داریم میگیم داری چی کار میکنه. اجازه نمیدن اصلا ما بریم توش دخالت کنیم. آدم عاقل میگه که این وقتی یه جاده هست ماشین درست بکنم، ماشین رو تو جاده را ببرم. به نظر شما کسانی که جاده ساختن پول دارتر شدن یا کسانی که خود رو ساختن؟ کسی که خود رو ساز بودن بیشتر پول در آوردن دیگه. من الان به شما که یاد بگیرین برید این شبکه بستره، شما برید مثلا اسکایت از شبکهش استفاده کن. چرا میری تو جاده؟ جاده تو هست اصلا دخل و تر. برید را بندازید، برید نمیدونم دیجی کالا را بندازید، برید آپارات را بندازید و اپلیکیشن را بندازید، برید وب را بندازید، برید آموزش بدید. برید آیتی بخونید، چون برنامه نویسی رو میشه بدیم به یه نفر انجام بده. برنامه نویسی چرا شما میخواید وقت بذارید برنامه نویسی بکنید؟ برنامه نویسی رو بدید به یکی دیگه انجام بده. چرا شما باید برنامه نویسی بکنید؟ شما باید مدیر باشین، شما باید خلاق باشین، شما باید خیلی کار مهمتر ما داریم. برنامه نویسی کار خیلی های لیولی نیست. من توصیه‌ام اینه که آیتی بخونید یا تجارت الکترونیک. شما در آیتی و تجارت الکترونیک فن یاد میگیریم و مدل تجاری، ولی در رشته‌های مهندسی ببینید من یه مثال ساده بزنم.
کامپیوتر داروسازه، آی تی پزشکه، کسب و کارها برای اینکه بهبود پیدا کنن نمیان پیش داروساز، میرن پیش پزشک. پزشک هم درآمدش بالاست، پزشک دارو تجویز میکنه. یعنی مثلا مهندس آی تی میگه که بعد اینا رو داشته باشی، میتونه مثلا پیاده سازیش میکنه. پس اگه دوست داری داروسازی برو کامپیوتر بخون، یا یه جوری دیگه بگم بچه های کامپیوتر هندسه مکانیکن، ولی بچه های آیتی مهندس حمل و نقلن. یعنی مثلا از بستر استفاده. ولی مثال داروساز و پزشک خیلی خوبه. خیلی خوب این است. در کل آیتی خیلی بهتره. یعنی شما تفکر اقتصادی باید یاد بگیرید. کارهای کامپیوتر پیاده سازی رو میشه واگذار کرد. برنامه‌نویس بشه. نه این که میگه آیه صحافی زاده این درست، آیه صحافی این درست نیست. اتفاقا کسی که آیتی خونده میتونه برنامه‌نویس خوبی باشه، ولی کسی که برنامه‌نویس خونده هیچ وقت نمیتونه آیتی من خوبی باشه. آیتی من بودن یک تفکره. شما باید برید هوش تجاری یاد بگیری، باید برید روانشناسی یاد بگیری، باید برید میگیری، باید برید بازاریابی محتوی یاد بگیری، کانتر یاد بگیری، دیجیتال مارکتینگ باید یاد بگیری. اینا رو وقت بذارین یاد بگیرین. آینده بازاریابی محتوی، آینده برنامه نویسی نیست. دیدی؟ پس کسی که برنامه‌نویسی بلده نمیتونه اینا رو یاد بگیره. شما باید برید بحث بازاریابی محتوایی، کانتنت مارکتینگ وقت بذارین یاد بگیرین، دیجیتال مارکتینگ. آره من تصمیم دارم بچه‌های ما هیچی نمیدونن از کسب و کار، چون من خودم بالاخره کسب و کار دارم دیگه. من کسب و کار رو میشناسم، بلدم، مطالعه کردم. ما باید ساخت ایجاد کسب و کارهای تازه اینترنتی، کسب و کار سنتی، کارهای اینترنتی. و چقدر میشه درآمد داشت از اینترنت؟ من میگم که به اندازه‌ای که فکرت میتونه بکشه، تا جایی که مغزت میتونه بکشه میتونید به درآمد برسی. من یه مثال اینجا برات بزنم. بچه ها شما فکر میکنید که من بزنم یه مثال تکان دهنده براتون بزنم. یه آقایی داریم به نام بچه‌ها، مساحت چجوری به دست میاد؟ مساحت میشه طول ضرب در عرض. دقت میکنید بچه‌ها؟ طول ما هممون چقدره؟ طول هممون 24 ساعت. آدم بیمسئولیت ارزش چقدره؟ ارزش صفره. مساحتش هم میشه چند؟ صفر. آدم بیمسئولیت، آدم بیمسئولیت ارز نداره کلن. یه 24 ساعت داره که داغونش میکنه، میزنه اون صفر میشه صفر. آدم بیمسئولیت اینجوریه. آدم عادی چجوریه؟ آدم عادی که همون در واقع کارمنده، آدم عادی 24 ساعت داره، بعد چون کارمنده یه ساعت ارز داره. یعنی همش این آدم کارمنده، آدم عادی هی تلاش میکنه که چیشو زیاد کنه، هی طولشو. نه مثلا میخواد 24 ساعته دیگه کار کنه، ولی ارزش همون چنده؟ یک. بگید ارز آدم عادی همیشه چقدره؟ یک ساعت دیگه. نهایت میخواد به پول بیشتری برسه، بعد چیشو زیاد کنه؟ آدم عادی فهم میکنه که بعد طولشو زیاد کنه، فهم میکنه بعد 24 ساعته کار کنه. بچه 90 سالش میشه میفنه. مم حالت آدم عادی بخواد بتره کنه در طول روز چقدره؟ نمیتونه دیگه. میشه مگه 24 ساعته آدم کار کنه؟ نمیشه.
نه مدیریت که درس آسونیه، مثلا بچه ها میگن ما مدیریت بدمون میاد، شما مدیریت تصمیم، مدیریت انگیزه، مدیریت بهرهوری، مدیریت استراتژیک، مدیریت رهبری، لیدرشپ، اینا رو بدت میاد؟ این حرفا، اینا حرفه. مثلا مدیریت حفظی، کجاش مدیریت حفظیه؟ مدیریت یه درس کاملا مفهومیه، مثلا مهندسی نرم افزار حفظیه. خب قربونت برم استاد بلد نبوده که مفهومی درس بده، اصلا اون استاد مهندسی نرم افزار بلد نبوده. دسته سوم افراد پرمشغله هست. افراد پرمشغله، افراد پرمشغله مثلا 10 ساعت دارن، ارزششون هم چقدره؟ مثلا 10 ساعت کار میکنن، ارزششون هم 10 ساعته. بعد چجوری شده اینا بچه ها چجوری شده مثلا 10 ساعت ارزششون؟ چرا ارزششون 10 ساعته؟ کارمند دارن، 10 تا کارمند دارن. بذارین مثالو جالبترش بکنم. افراد پرمشغله داغون دارن بازم همون 24 ساعت رو کار میکنن، منتها مثلا فکر میکنن کارمند دارن. بعد شده چقدر؟ 2000 میشه چقدر؟ 240 ساعت. افراد پرمشغله اینجوری هست. این آدم های پرمشغله کارمند دارن ولی پرمشغلن، مثلا مهمونی نمیرن، هیچ نیستن، همش سر کارن، وقت ندارن، سرم شلوغه. میدونید من میگم این آدم های کارمندن، بازم کارمندن دیگه، 4 ساعت کار میکنی. خود تو هم که کارآفرینی کردی فکر میکنی درنی، ولی دیگه مثلا پول پیک هم میری خودت حساب میکنی. بنابراین پس این افراد یعنی این همون کار، بازم اون دهه 10 تا کارمند داره، 10 تا چی داره؟ کارمند، 10 تا کارمند داره دیگه. منتها آدم های عادی چون کارمند ندارن، خودشونن. علی و حوزش نهایت آدم عادی میتونه طولش رو زیاد کنه بشه 24 ساعت، منتها افراد پرمشغله بازم دارن همون 24 ساعت کار میکنن، بازم دارن همون 24 ساعت کار میکنن. همه کارا رو خودش داره انجام، حتی پیک هم میاد، پول پیک هم میره خودش میده، وسواس داره، کارا رو واگذار نمیکنه، اصلا مدیریت نمیدونه چیه، مدیریت نداره، همه کار، هرچند 10 تا کارمند. ما به این آدمای پرمشغله میگیم شما فکر میکنین کارآفرین هستین، شما بازم همون کارمندین چون دارین 24 ساعته کار میکنین. پس این دسته هم به درد نمیخوره. ما یه سری افراد داریم به نام افراد فوق موفق که دسته بهترینه. این افراد فوق موفق در روز فقط 1 ساعت کار میکنن، حالا 1 ساعت هم نه، مثلا 3 ساعت. اینا مهمونی میرن، اینا در واقع کارا رو واگذار کردن، اینا مسافرت میرن، همش میرن این ور میرن اون ور، ولی مثلا همون 10 تا کارمند هم دارن، مثلا به جایی که 10 تا کارمند داشته باشن مثلا 100 تا دارن و اینا میشه چقدر؟ 300. چجور میشه یه آدم 24 ساعته داره کار میکنه در اون یکی داره 3 ساعت کار؟ ها بچه ها چجور میشه؟ این افراد چی کار کردن؟ افراد فوق موفق چی کار کردن؟ فوق موفق شدن، چیشون رو زیاد کردن؟ افراد فوق موفق چیشون رو زیاد کردن؟ ارزششون رو زیاد کردن. اما سوال اینه که ارز رو باید چجوری زیاد کنیم؟ ارز رو چجوری زیاد کنیم؟ ارز تست. یعنی در واقع اگر مثلا تو فروشنده یه دونه کفش بودی، مثلا فقط در میدان ونک، مثلا در میدان ونک شما مثلا فقط کفش میفروختی، نه؟ ولی این بار در حوزه کجا کفش میفروشی به صورت اینترنتی؟ به کجای ایران میفروشی؟ فقط در حوزه میدان ونک تهران میفروشی یا به کل ایران میفروشی؟ به کل ایران میفروشی. و وقتی که تو یه همچین کاری میکنی، در دسته افرادی چی قرار گرفتی؟ فوق موفق. یعنی 3 ساعت وقت میذاری ولی ارز تو چیه؟
خیلی بالاست. ولی مثلا اونی که تو کفش فروشی کار میکنه 24 ساعته داره کار میکنه، 10 ساعت هم داره وقت میز، 10 تا هم کارمند داره، ولی میبینه که دستاورد و نتیجه نداره، میبینه که درآمدی نمیرسه. و تنها راه تبدیل شدن به افراد فوق موفق و قرار گرفتن در افراد فوق موفق اینه که شما وارد حوزه تجارت الکترونیک بشین و وسعت کسب و کارتو از حالت در واقع لوکال به حالت جنرال تبدیل بکنی، از حالت لوکال به حالت جنرال تبدیلش بکنی. یعنی استفاده از، نه اینکه ببینید، در یه نکته بهتون بگم، در کسب و کارهای سنت مدرن حتی در واقع به نیروی افراد هم دیگه کار بستگی نداره. یعنی نیاز نیست اصلا کارمند بگیری، اصلا شما کارمند نمیگیری دیگه در حوزه کسب و کار اینترنتی، اصلا کارمند نمیخوای. به جای 100 تا کارمند چی درست کردی؟ یه سایت که خودش اندازه چند نفر کار میکنه؟ 1,000,000 نفر. یعنی سایت یک نیروی کار پنهانه. میفهمید چی میگم؟ یک سایت یه دونه کارمنده که بنزی 1,000,000 نفر میتونه چیکار کنه بگید؟ پس یک سایت یک کارمند الکترونیکیه که به جای اینکه بخواد 100 نفر باشه، انگار 1,000,000 کار رو میتونه انجام بده. پس سایت یک عرض بسیار بزرگ است. سایت یک عرض بسیار بزرگه که تو حتی میتونی همه کارمنداتو بفرستی برن. اصلا به تعداد کارمند نیست در حوزه کسب و کارهای امروزی مدرن. شما فکر نکنید باید مثلا کارمند استخدام بکنید، کارمندم نباید. شما فقط و فقط میتونی یه نفر باشی ولی یه سایت داشته باشی. دقیقا. و کارمند تو میشه سایتت، کارمندت کیه؟ سایتت، که این سایت اندازه 1,000,000 نفر میتونه برای تو کار کنه. بنابراین آمریکا در واقع اومد دید که چرا مثلا خودرویی که تولید میکنه رو فقط توی آمریکا بفروشه، اومدن اینترنت رو راه انداختن که بتونن به من مثلا ایرانی هم بفروشن. پس اونا فکر کردن، اونا اومدن در واقع کسب و کارشون رو جنرال کردن. الان سایت آمازون داره به کل جهان کتاب میفروشه. اونا گفتن چرا مثلا ما در حوزه فقط مثلا نیویورک فقط بفروشیم؟ خب بزن به افغانستان هم بفروشیم. خب بله، من میتونم تو اون زمینه به شما مشاوره بدم. من الان خیلی مشاوره کسب و کار دادم که مثلا افرادی که اومدن پیش ما، من اتفاقا عددهای خوبی هم میگیرم خود من بابت مشاوره‌ای که میدم، چون من میشناسم این حوزه رو. من هم مشاوره مهندسی نرم افزار میدم، هم مشاوره کسب و کار میدم. ولی خیلی سایت های مختلفی وجود داره که حالا من اسم بیارم باورتون نمیشه. ایدهشو خود ما دادیم، اینا رو در واقع اجرا کردیم، پیاده سازی کردیم و مشاوره دادم. اصلا یکی از شغل‌هایی که شما میتونید تو کسب و کار داشته باشین دادن مشاوره است. حالا من فکر می‌کنم که اینو بذاریم توی یه جلسه من اونجا مفصل‌تر در موردش صحبت بکنم. آره خب معلومه همه چی مهمه، ایده مهمه دیگه. واسه هم می‌خواستم بگم که خودتون رو درگیر برنامه‌نویسی این کار مسخره نکنید بچه‌ها. برید به افراد فوق موفق تبدیل شید، فکر سایت باشید. آینده از آن سایتش. سایت نداشته باشین با خاک یکسان میشین. من خیلی حرفای زیادی میدونم، فکر میکنم بذاریم برای یه جلسه دیگه. آره و واقعا آیتی و تجارت الکترونیک بخونید. آره حتما این کارو میکنم. آخه ببینید من یه چیزم بگم، الان مثلا استادا دارن وبینار میذارن، میان تو وبینار میگن مثلا درصد چند درصد، آدم خندهش میگیره. مثلا میان وبینار میذارن میگن ضریبه مثلا مهندسی نرم افزار 4. خب اینو که هممون میدونیم دیگه، اینو دیگه همه میدونن، همه اینو همه دیگه میدونن. چیه مثلا مشاوره است؟ مشاوره باید انگیزشی باشه. میذارم یه جلسه من مفصل راجبش صحبت میکنم براتون. خیلی خب، همین دیگه، بریم استراحت بکنیم بچه. شبتون بخیر. ایشالا یه جلسه کسب و کار من براتون میذارم. تلاش کنید جزء آدمای فوق موفق باشین و تنها راه تبدیلشون به افراد فوق موفق داشتن یک سایت است. آرزوی موفقیت دارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. همین، شب بخیر، خدا نگهدار.